Beaucoup, Maître Bourdon, pour ces éclaircissements. Maintenant, je vais donner la parole à Madame Shamsi Saadati. Madame Saadati a perdu deux de ses frères et deux de ses sœurs, c'est-à-dire quatre membres de la proche famille dans les exécutions qui ont été commises en Iran, dont notamment dans ce massacre. Nous allons l'écouter. من شمسی سعادتی هستم در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی خوانده بودم چهار نفر از اعضای خانواده‌ام یعنی دو برادر و دو خواهرم توسط رژیم خمینی اعدام شدن برادر بزرگم سال 1972 به دلیل مخالفت با دیکتاتوری شاه توسط ساواک شاه دستگیر شد و مدت 7 سال در زندان‌های ساواک شاه بود. من از طریق اون با جنبش مجاهدین آشنا شدم. خودم دانشجو بودم اون موقع. برادرم یکی از فعالین جنبش مجاهدین بود که در دادگاه‌های ساواک شاه به حبس ابد محکوم شده بود. ولی در سال 1987 در جریان قیام مردم علیه دیکتاتوری شاه از زندان آزاد شد. ولی متاسفانه هنوز کمتر از 3 ماه بعد از انقلاب نگذشته بود که توسط ماموران مخفی ساواک خمینی توی خیابون روبوده شد و به مخفیگاه‌ها و شکنجهگاه‌های رژیم بردن اونو شکنجه کردن بعد از افشاگری سازمان مجاهدین بعد از 1 سال اونو به 10 سال زندان محکوم کردن سال 1982 بعد 2 سال بعد اونو اعدام کردن. البته خیلی از خانواده در اون سالی بود که خیلی موج اعدام همه خانواده ها رو همه جا رو گرفته بود و فقط به برادرم محدود نشد. در همون زمان 2 خواهر و 3 برادر دیگرم هم فقط به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین و به دلیل نسبت خانوادگی و اینکه برادر یا خواهر محمد رضا سعادتی بودند در زندان بودند. خواهر بزرگترم رقیه سعادتی 27 ساله بود که سال 1981 دستگیر شد. توی خیابون موقعی که از جلوی ساختمان سپاه رد می‌شد اونو گرفتن به داخل سپاه بردن از اونجا به زندان شیراز منتقل کردند و بعد از چند سالم به خرم‌آباد تبعیدش کردند. ما هیچ اطلاعی از اون نداشتیم تا اینکه در جریان قتل عام زندانیان سیاسی که بنا به فتوای خمینی در سال 1988 بود اون در زندان خرم‌آباد اعدام شد. رژیم هیچ وقت به ما و به خانواده‌ام هیچ اطلاعی نداد که اون کی اعدام شد، کجا اعدام شد و محل دفن اون رو هم اطلاع نداد. حدود 2 سال بعد ما از منابع دیگه متوجه شدیم که اون توی زندان خرم‌آباد جزو صدها زندانی سیاسی دیگه توی زندان خرم‌آباد اعدام شده. خواهر دیگرم محترم سعادتی دانشجو بود. 21 ساله 1981 دستگیر شد توی شیراز. اونو چند بار دستگیر کرده بودن. یک بار به قدر اونو شکنجه کرده بودند که رژیم احتمال نمیداد که دیگه زنده بمونه. اونو تحویل مادرم دادن. مادرم به طور مخفی حدود 6 ماه اونو توسط پزشکای هوادار سازمان مجاهدین نگهداری و مواظبت کرد و از مرگ اونو نجات داد. و سالهای بعد وقتی که اون میخواست از کشور خارج بشه ناپدید شد. دیگه ما هیچ وقت هیچ خبری از اون نداریم. برادر دیگرم، برادر کوچکم 17 ساله بود، 1981 دستگیر شد. جرم اون فقط این بود که اطلاعیه‌های سازمان مجاهدین رو پخش کرده بود. دو بار یا سه بار بود دستگیر شد. سال 1984 اونو اعدام کردن. خانواده‌های شهدای مجاهدین که برای دعا به مزار شهدا می‌رفتن می‌گفتن که مادرم هیچ وقت گریه نمی‌کرد. و گفته بود که هر وقت از اون می‌پرسیدن گفته بود که من به حسام قول دادم که هیچ کس اشکمو نبینه. با
به خاطر همین هیچ وقت مادرم در ملای عام گریه نمی کرد. مادرم وقتی نصف شب بیدار می شد و به حیاط می رفت، حتی نمی خواست بقیه کسانی که توی خونه هستن اونو ببینن، گریه می کرد و به خونه برمی گشت. البته من به نمایندگی از هزاران خانواده‌ای که من فقط یکی از اونا رو نمایندگی می کنم، که همه یا تقریباً همه اعضای خانواده‌شون توسط این رژیم دستگیر یا اعدام یا شکنجه شدن، امروز اینجا اومدم. مطمئنم که الان با به خصوص بعد از این نوار آقای منتظری، هزاران خانواده دیگه بلند خواهند شد و آنچه برایشون گذشته در این دوران افشا خواهند کرد و سازمان‌های بین‌المللی هم باید این جنایتکاران رو به سزای اعمالشون برسونن. مطمئنم که به سزای اعمالشون خواهند رسید، چرا که همون کسانی که همون موقع دستن در کار این قتل عام و این جنایت ها بودن، هنوز همین الان در سر حکومت هستن، هنوز وزیر دادگستری هستن، هنوز دارند دستور قتل عام، دستور اعدام، دستور چشم درآوردن، دستور قطع کردن دست میدن و همچنان این روند ادامه داره، مگر اینکه این رژیم به سزای اعمالش برسه و در مقابل دادگاه‌های بین‌المللی قرار بگیره و پاسخگوی جنایت‌هایی که کرده باشه. متشکرم.